سیلاب در منطقه رودبار کوهدشت، فاجعه سیل در استانهای مختلف و آغاز بارانهای جدید در 9 استان. آخوند فرزانه در جمعه بازار مشهد. سیل منطقه رودبار کوهدشت را فرا گرفته و مردم هیچ گونه راه ارتباطی ندارند. فرماندار رژیم در کوهدشت اعتراف کرد با وجود عمق فاجعه در این شهر امکانات کمتری به آن وارد شده است. محمد رضا آزادبخت گفت 10 روستای بخش رودبار در محاصره سیل قرار دارند. تانکر رو داره آب می‌بره. بشینید که بگیرن سرشو بکشن. روز جمعه فاجعه سیل در استانهای غربی و جنوبی به خصوص در لرستان و خوزستان همچنان ادامه داشت. رژیم جنایتکار آخوندی تا کنون هیچ گونه کمک رسانی جدی به مردم مناطق بحرانی و سیل زده انجام نداده است. تمامی کمک ها از جانب هموطنانمان به صورت مستقیم و خودجوش، آن هم با مانع تراشی های بسیار از سوی رژیم صورت گرفته است. رژیم در عوض انبوهی از ماموران انتظامی و پاسداران را به مناطق سیل زده گسیل کرده تا مانع شکل گیری هر گونه اعتراضی از جانب مردم خشمگین شود. در حالی که وضعیت برخی از شهرها به دلیل سیل و نبود کمک از جانب ارگانهای حکومتی در وضعیت بحرانی قرار دارد، از عصر روز جمعه بارانهای جدیدی در برخی از استانها شروع شده است. به گزارش سازمان هواشناسی، این باران روزهای شنبه و یکشنبه در استانهای کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کوکیلویه و بویراحمد، بوشهر و شمال فارس ادامه خواهد یافت و بین 10 تا 50 میلیمتر باران خواهد بارید. روز جمعه شهر گوریه از توابع شوشتر به زیر آب رفت. ارتفاع آب در خیابان‌ها بسیار بالا آمد و برخی از مردم به پشت بام‌ها پناه بردند. گله‌های پاسدار از روز پنج شنبه در گوریه مستقر شدند تا هنگام برداشتن سیلبندها مانع اعتراض مردم شوند. پاسداران می‌خواهند با برداشتن سیلبندها مانع جاری شدن سیل به سمت تأسیسات نفتی در حورالعظیم شوند، اما بهای این کار جاری شدن سیل در مزارع و منازل مردم است. فقط قایق‌ها رفت آمد می‌کنند، تراکتورها. در پی طغیان رودخانه‌های کرخه و دز، 13 روستای منطقه بامدژ در اهواز تخلیه شدند. روستاهای بخش شعیبیه و شهر گوریه در شوشتر و بخش شاور در شوش تاکنون زیر آب رفتند و سیلاب به سمت شهرهای دشت آزادگان و هویزه در حاشیه کرخه و کارون و باوی در حرکت است. در حمیدیه حدود 5000 نفر به دلیل داشتن دام در جنگل‌ها پناه گرفتند تا بتوانند در کنار دام‌هایشان باشند. ساختمان دانشکده پرستاری و مرکز فوریت‌های پزشکی پلودختر در استان لرستان بر اثر سیل به طور کامل تخریب شد. آخوند فرزانه در جمعه بازار مشهد دلبستن به برجام را بیهوده دانست. بی خود دنبال لبخند آمریکا نگردیم. بی خود حل مشکلات خودمون در
فرجام ها بر جاها نبینیم. بی خود فکر نکنیم که اگر ما به اونها روی خوش نشون دادیم، موشکمون را نمیدونم چی و چی و چی را از صحنه خارج کردیم، اونا رو با کمک بکنن. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت تهدید واقعی در منطقه خاورمیانه رژیم ایران است و ما نمی‌خواهیم کاری انجام دهیم که به نفع این رژیم باشد.